بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخطی خبرها آشنا گردید. در پامیر زمین لرزید. تاجیکستان شهروندانش را از نیپال برمیگرداند. آیا روسیه مهاجران کشاورز را از امتحان زبان روسی آزاد خواهد کرد؟ تاجیکستان ارزش برق را گران کرد. کشورهای برق خرچی گونه قبول میکنند؟ شهردار دوشنبه با تاجران اعتراضگری بازار شاهمنصور ملاقات کرد. پیشنهاد جدید از اعضایان مجلس نمایندگان با قانونهای کنستیتوسیونی کشور تغییر و اضافه ها وارد می سازند. فیلم ناصر سیدوف دیگر باره در جشنواره بین المللی نمایش داده شد. بامداد امروزه در جنوب و شرقی تاجیکستان زمین لرزه رخ داد، چنان که در مرکز زلزله سنجی تاجیکستان به رسانه ها اطلاع دادند. زمین لرزه ساعت 10:03 ثبت شده است. شدت آن در مرکز زمین لرزه 300 کیلومتری جنوب و شرقی دوشنبه و 25 کیلومتری شرقی خورخ 4 درجه بوده است. شدت زمین لرزه در مرکز اشکاشیم و شهر خورخ 3 درجه بود. مرکز آلمانی پژوهشی زمین میگوید شدت این زمین جومی در مرکز آن 90 کیلومتر شرق خورخ 5.1 درجه از روی جدول ریختر بوده است. از تلفات جانی و خسارات مالی از این زمین لرزه تا کنون خبری نرسیده است. موافق معلوماتی از مرکز زلزله سنجی شهر دوشنبه گفته شده، روز 28 آوریل 2015 تخمینا ساعت 10:03 در حدود جمهوری تاجیکستان زمین جنبی و خری گرفته شد. مرکز زمین لرزه 300 کیلومتر جنوب و شرق از شهر دوشنبه، 97 کیلومتر شمال و شرق از ناحیه اشخاشین و 25 کیلومتر شرقی از شهر خورخ بوده. در مرکز 4 بال، در ناحیه اشخاشین 3 بال، از شهر خورخ 3 بال را تشکیل داد. اثرات و تلفات جانی به خری گرفته نشده. شهروندان تاجیکستان که در پی زمین لرزه در نیپال درماندند، از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و کمیته حالت‌های فوق‌العاده روسیه یاری خواستند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان تاجیکی که در این کشور قرار دارند خواسته است تا احتیاط کار باشند و وعده کرده است که حتما چاره برای کوچانیدن آنها خواهد یافت. وزارت امور خارجه با سفارت‌های تاجیکستان و هندوستان و روسیه رایزنی کرده و برای تأمین امنیت شهروندان چاره‌های ضروری می‌اندیشد و با آنها در تماسند. همچنین برای آوردن شهروندان تاجیکستان به کشور با وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه مذاکره دارد. برای برخی از مهاجران کشاورزی تاجیک و ازبک دریافت مجوز آسان می‌گردد. ویچسلاو استانکف، یک وکیل دومه روسیه و روزنامه ایزوستیا گفته است که قرار است آخر ماه سال جاری قانونی آزاد کردن مهاجران کشاورز از امتحان حتمی زبان روسی تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه به دومه پیشنهاد گردد. استانکف تاکید کرده است که برای گزارش از سنجش و دریافت مجوز کار وقت زیاد صرف می شود، در حالی که منطقه ها به نیروی کاری نیاز دارند و گذشته از این خطر تلفات محصولات کشاورزی زیاد است. مهاجرانی که در رشته های گوناگون کشاورزی مشغول به کار هستند کمتر با روسیان سر و کار دارند. بنابر این دانستن زبان روسی، تاریخ و اساس های قانونگذاری و حقوق برایشان چندان واجب نیست. قبلا وزارت فرهنگ روسیه اعلام کرده بودند که طرح قانون برای از امتحانات زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه آزاد کردنی کارشناسان بلندپایه هنری، مدیرهای نمایشگاه‌های هنری، سیرک و دیگر کارمندان بلندپایه رشته فرهنگ آماده و پیشنهاد شده است. همزمان برای آسان شدنی بود و باش کارجویان تاجیک، سازمان مهاجرت تاجیکستان نیز طلب کرده است که مهلت دریافت مجوز کار از 30 تا 90 روز تمدید شود. این از جانب فدراسیون روسیه همچون لایه قانون به پارلمان روسیه پیشنهاد شده است که برای آن نفرانی که در ساحه کشاورزی باغ و پروری کشتکاری بادرنگ کارتشکا و دیگر دیگر فعالیت میکنند، برای که در صف نشینند، اگر در نوبت بشینند، لحظه ای که اینها از امتحان میگذرند و از دیگر و دیگر و دیگر، برای زراعت آنها، برای خطر تلفات دادن از دیگر و دیگر و همچنین قوه کاری که نیاز دارند، منطقه هایی که به همین ساحه کشاورزی مشغول هستند، از همین لحاظ اونها پیشنهاد کرده سنن همچون لایحه که یعنی همین کتگور آدم هایی که در ساحه کشاورزی به فعالیت مهنتی مشغول می شوند
از سپردن امتحان یعنی تست از زبان روسی و تاریخ و اساسهای قانونگذاری فدرال روسیه آزاد کرده می شود. تاجیکستان با کشور همسایه نیروی برق زیادتی خود را در موسم تابستان به نرخ 3.5 سنت برای 1 کیلووات ساعت پیشنهاد نموده است. در این حال نمایندگان قرغیزستان این ارزش را خیلی گران نامیده اظهار آمادگی کردند که برق را با نرخ پیشترش یعنی 2 سنتی خریداری کنند، اما پیشنهاد جانب قرغیزستان در شرکت برق تاجیک غیر قابل قبول شمارید. تاکید کردند که از این ارزش حتی مصرفات استخراج و انتقال نیروی برق را نمی پوشاند. بنابر معلومات برق تاجیک در موسم تابستانی سال گذشته از تاجیکستان به قرغیزستان با نرخ 2 سنت برای 1 کیلووات ساعت 226.7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال گردیده است. سبب بالا بردن تروفه نیروی برق برای قرغیزستان در برق تاجیک و ارزش دلار نیز پیوسته می داند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می گردانیم. از ماه سپتامبر سال روان در تمام مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری به دانش آموزان بیشتر از فن زبان روسی درس داده می شود. جمعبای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد بنابر سبب بسین بازنشستگی برآمدن از وظیفه معاون رئیس ولایت سغد برکنار شده است. رسانه های افغانستان خبر می دهند که در پی زد و خورد های مسلحانه در ولایت قندوز افغانستان نزدیک 45 جنگی کشته شده است. در میان این جنگیان زادگان تاجیکستان و چچنستان هم هستند. نخستین محوره تلویزیون ترکمنستان به مدارکی نزدیکی به زمین فرستاده شد. این محوره 27 اپریل از دماغه کنویرلای امریکا توسط موشک به کیهان فرستاده شد. بعدی منع فعالیت صرافی های انفرادی در کشور، ارزش ارز ملی تاجیکستان نسبت به دلار ایالات متحده آمریکا تقریبا 3% پایان رفته است. برنامه را ادامه می دهیم. در جلسه شورای مجلس نمایندگان تحت ریاست شکرجان ظهورف رئیس پلاته پایانی پارلمان کشور، قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2015 تحت بررسی قرار گرفت. اعضای شورا لایحه قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، اینچنین سازشنامه آید به حفظ تکنیکی اطلاعات در ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای، کنونسی آید به پیشگیری جنایت گنوسید و جزا برای آن، سازشنامه سازمان جهانی تجارت آید به سودگردانی رسمیات سودا، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به بازپس گرداندن محکوم شدگان را بررسی نمودند. محمد سعید عبیدالله رئیس پایتخت امروز با تاجران اعتراضگران بازار شاه منصور ملاقات کرد و برای تاجران سببهای کوچانیدن و دیگر نقطه های فروش را شرح داد. رئیس شهر قید کرد که بازار شاه منصور از آغاز فعالیتش نه برای سودای مصالح ساختمان محصولات صنعتی بلکه برای فروش سبزیجات و میوه و مواد غذایی پیش بینی گردیده بود. غیر از این در برابر زیاد شدن شماره نقطه فروش مغازه ها در قلمرو بازار، مشکلات مربوط به توقفگاه افتماشین ها، وضع سانیتاری اپیدمیولوژی پیدا شده است. با خوری جانب ها با موافقه رسیدند که مغازه های این تاجران کوچانیده نمی شوند، لیکن در آنها تنها سبزیجات و میوه و مواد غذایی به فروش گذاشته می توانند. با تاجرانی که محصولات صنعت خوش صفت سودا می کنند در مرکز سودای پایتخت نوت و باقی مانده تاجران در بازارهای دیگری پایتخت جای داده می شوند. علاقه 15 نفر تاجران مصالح ساختمان و مالهای روزگار به ادامه کار در شانگهای بازار روزی شدند و فعالیتشان را ادامه خواهند داد. یاد رس می کنیم که در پی یک دستور شهردار دوشنبه برای به تنظیم در آوردن بازار شاه منصور و جلوگیری از تنبشوی ماشین ها چندی از دکان اطرافیان بسته شدند. تاجران دکان بسته اعتراض کرده بودند. فیلم معلم کارگردان تاجیک ناصر سعیدوف در بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر
روز شنبه 25 اپریل کار خود را در شهر ایران آغاز کرد و برابری فیلم های ایرانی و خارجی شرکت کننده نمایش داده شد. نقش اساسی رو هنرپیشه ایرانی مهناز افشار در فیلم معلم ناصر سیدف بازی میکند. مهناز افشار یکی از هنرپیشه سینما و تئاتر ایران است و نخستین بار با دعوت کارگردان تاجیک در فیلم او با نام معلم نقش آفری اصلی است. یادآور میشویم که فیلم مذکور ماه سپتامبر سال گذشته در دوشنبه به نمایش داده شد و از طرف منتقدان بهای خوب گرفت. داستان فیلم زندگی دشواری آموزگاران تاجیک در آخر سالهای پرتلاطمی 90 در تاجیکستان است که در آن زمان غایه‌های شوروی را به تنزل آورده و بعداً معلم مقام و منزلت بلندش را در جامعه از دست داد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.